جنرال عبدالقادر کی بود و چه نقشی در دو کودتای مهم در تاریخ افغانستان و در دهه 50 خورشیدی داشت؟ جنرال عبدالقادر در تاریخ افغانستان چهره ایست آشنا و خیلی از کسانی که با سیاست سر و کار دارند نام و نقش او را در تاریخ سیاسی افغانستان می دانند. عبدالقادر در کودتای سردار محمد داوود در سال 1352 خورشیدی فرد کلیدی بود و در کودتای نیروهای کمونیستی در هفتم ثور سال 1357 خورشیدی نیز رهبری نظامی این کودتا را به عهده داشت. به قول خود او در کودتای هفت ثور او فرد پیشتاز بود و تلاش‌های او بود که کودتا به پیروزی رسید. عبدالقادر در اواخر دوران حکومت دکتر نجیب الله به عنوان سفیر در پولند معرفی شد و در سال 2012 میلادی پس از یک دوره طولانی زندگی در بلغارستان به کشور بازگشت و در منطقه مکرویان کابل در خانه کرایی روزگار را به سختی گذراند. به گفته جنرال قادر، وی چوپانزاده ای از روستای برناباد منطقه میان ولسوالی غوریان و زندجان در ولایت هرات بود که یک اشتباه او را در سال 1319 خورشیدی به مکتبی که فقط دو کلاس درس داشته کشاند. آقای قادر بعد از پایان صنف ششم برای ادامه تحصیل به کابل فرستاده می شود که به لطف تغییر نظام بوده است، زیرا قبل از آن تاریخ مردم عادی حق نداشتند و مراکز آموزش نظامی افغانستان راه یابند. ولی تغییر دیدگاه در کشور باعث شد که افراد طبقه پایین جامعه نیز شانس راهیابی به مراکز آموزش عالی افغانستان را بیابند. او بعد از سپری کردن دوران مکتب در کابل به کشور قرقیزستان اعزام می شود و در رشته خلبانی درس می خواند و خلبان هواپیمای میگ روسی می شود. اما بعد از اتمام تحصیل و برگشت به کابل، مدت‌ها برای او و همقطارانش اجازه پرواز در داخل افغانستان دادن نمی شود. تبعیض‌های موجود در جامعه و خفقان نظام شاهی باعث می شود وی با همکاری دوستانش زمینه‌ساز دو کودتا در تاریخ کشور شوند که وی خاطرات سیاسی و روایت خود را از دو کودتایی که در آنها نقش کلیدی داشت در کتابی به همین نام بیان کرده است. آقای قادر پس از همکاری در کودتای سال 1352 خورشیدی و روی کار آمدن محمد داوود به مقام معاونت فرماندهی کل نیروهای هوایی افغانستان رسید. بعد از پیروزی کودتای هفتم ثور سال 1357 خورشیدی و به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق در افغانستان، جنرال قادر برای یک دوره کوتاه پست وزارت دفاع را بر عهده داشت، اما بسیار زود به اتهام همکاری در طرح‌ریزی کودتا علیه دولت دستگیر و روانه زندان شد. آقای قادر پس از به قدرت رسیدن ببرک کارمل، رهبر جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان، از زندان آزاد و بار دیگر به عنوان وزیر دفاع این کشور مشغول به کار شد. وزیر دفاع پیشین افغانستان در گفتگویی با بی بی سی اظهار داشت: از آنچه که انجام دادم پشیمان نیستم، زیرا
انقلاب هفت ثور تغییر بزرگی در جامعه ایجاد نمود. ولی تندروی و قشری‌گرایی همرزمانم باعث شد که روند عمومی تحولات افغانستان به سمت دیگری برود. به هر حال هر روز در افغانستان یکی می آید و یکی می رود و این رفت و برگشت ها در سراسر خاطرات مشهود است و به آن لحن و بیانی داستانگونه می دهد. شاید جنرال قادر منتظر روزی بوده که کسی به سراغش برود و خاطرات سیاسیش را از زبانش بشنود. کاری که آقای پرویز آرزو کرده است و خاطرات سیاسی جنرال قادر را در کتابی گرد آورده است. این کتاب در حقیقت به سه دوره از زندگی آقای قادر می پردازد. دوران کودکی با همه فراز و فرودهای آن در غوریان هرات، دوران تحصیل در نهادهای نظامی افغانستان و دوران فعالیت‌های سیاسی و حزبی. در این کتاب جنرال قادر تلاش می‌کند که روایتی دیگر از اتفاق‌های سیاسی افغانستان در سه دهه گذشته ارائه کند، روایتی که خود یکی از پیشروان آن بوده است. روایت او مانند بسیاری از روایات دیگر اما و اگرهای زیادی دارد، ولی اکنون دیگر جنرال قادر به تاریخ پیوسته و در گذر تاریخ و با آشکار شدن بیشتر اتفاقات رخ داده در تاریخ افغانستان و کودتاها، تاریخ افغانستان ایشان را قضاوت خواهد کرد. جنرال قادر در سال 2013 میلادی پس از یک دوره طولانی زندگی در بلغاریا و افغانستان بازگشت. از جنرال قادر 4 پسر و 1 دختر باقی مانده که در خارج از کشور زندگی می کنند و پس از وفات وی جنازه ایشان در هرات محل تولدش به خاک سپرده شد. از جنرال قادر به عنوان فرد کلیدی در 2 کودتایی نام برده می شود که در دهه 50 خورشیدی تأثیر زیادی بر روند سیاسی در افغانستان گذاشت.